بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال تمامی شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی و سلامتی سپری شود درس جلسه قبل به خوبی خوانده باشید و با آمادگی کامل با ما همراه باشید تا یک درس جدیدی را از بیولوژی سنف هفت با یک یاد بگیریم خب عزیزان مطابق جلسات گذشته ابتدا ما و شما بریم و با چند نوع سوال که اشاره به مهمترین نکات درس گذشته داره آشنا بشیم و بعد از او بریم سراغ درس جدید امروز ما خب های خوب صنف هفتم سوالاتی که امروز ما برای شما انتخاب کردم از نوع سوالات تشریحی است که در قالب همین سوالات هم درس گذشته شما مرور میشه و هم نکات مهم میشه برای شما اشاره میکنیم سوال اول قوزه چیست؟ کلمه قوزه را اگر به یاد داشته باشید در دا جلسات گذشته و جلسات قبل از آن بارها تکرار شده و گفتیم که قوزه همان مخروط است و مخروط اندام تکسری نباتات ظاهر بذر است یا جم خب تفاوت میان مخروط مزکر و مخروط معنیست در چیست؟ خب شاگردای خوب دقت داشته باشید یکی از نظر اندازه دو تا مخروط با یکدیگر متفاوت است و یکی از نظر ویژگی های فلس های این دو مخروط مخروط مذکر کوچکتر است مخروط مؤنث بزرگتر است مخروط مؤنث هم علاوه بر که بزرگتر است سخت و فلس های چوبی داره اما مخروط مذکر علاوه بر ازی که کوچک هست فلس های نازک نرم و کاغذی داره این ویژگی های ظاهری دوتا مخروط هست خب سوال سوم گل در چین نوع نباتی دیده میشه همونطور که یاد دارید جلسه گذشته ما گفتیم گل اندام تکسری و ویژگی خاص نباتات نهاندانگان یا مخفی البذرها یا انجیوسپرم ها هستند که ابتدا گل میده و سپس این گل ها طی تغییراتی که امروز میخوانیم تبدیل به میوه میشه آفرین به شما شاگردایی که درس گذشته ایتان خوب یاد گرفتید سوال بعدی یک گل کامل شامل چه بخشهایی است در درس جلسه گذشته ما و شما به ساختار گل رسیدیم و گفتیم که گلهای کامل دارای چهار بخش بودن که بخشایش امروز انشالا خواهیم خوان فقط نام بردیم برای شما گفتیم شامل کاسبرگ شامل گلبرگ شامل بخش تکسری جنس مزکر و بخش تکسری جنس مؤنث است گلی که این چهار قسمت داشته باشه گل کامل و گلی که هر یک از این قسمت ها را نداشته باشه گل ناکامل نام داره خب سوال بعدی دانه گرده چیست؟ خب امروز میخوانیم که دانه گرده در دا درونش حجره جنسی مذکر ساخته میشه در جلسه گذشته ما و شما تا همینجا رسیدیم و اشاره کردیم که بخش تکسوری مذکر دانه گرده تولید میکنه خب شاگردای خوب ما و شما جلسه گذشته به ساختار تکسوری نباتات تخمدار یا نهاندانگان یا مخفی البذرها که گل بود رسیدیم خب گل ها رنگ های متفاوت داره اشکال متفاوتی هم داره و بوی خاصی داره بعضی از گل ها بوی خوش داره بعضی ها بوی خوش نداره بعضی ها اصلا نه گل داره و نه رنگ و بوی خوشی داره که همه از اینا ویژگی هایی هست که در شرایط گرد افشانی در گل ها کمک میکنه حالا ما و شما در پای تخته میریم با یک دیگر تا این بخش های گل تشریح کنیم برای شما تا بیشتر با اونا آشنا شوید خب شاگردای خوب دقت کنید ساختار گل را ما میخوایم ببینیم که ساختار گل شامل چه بخش هایی هست در جلسه گذشته یک گلی را ما برای شما کشیدم و بعد از او گلبرگ ها یعنی بخش های این یک گلی را هست که از وسط نصف شده یعنی ما یک برشی طولی دادیم تا بخش های او را به داخل گل و به طور واضح ما و شما ببینیم خب این قسمتی که از بیرون قنچه یک گل پوشانده چی نام داشت؟ کاسبرگ خب امروز نام علمی کاسبرگ یاد میگیریم کاسبرگ یا سیپل کاسبرگ یا سیپل یعنی یک برگ های سبز رنگی هستن که تا زمانی که گل باز نشده یعنی هنوز به صورت قنچه هست ای جمع میشه از هر طرف و قنچه را محافظت میکنه میپوشانه و وقتی که گل رشد میکنه و قنچه ها باز میشه یک کاسبرگ ها به زیر گل قرار میگیره خب بخش رنگی گلها که در گلهای مختلف به زرد، سرخ و رنگهای متفاوت دیگه دیده میشه تحت عنوان گلبرگ نام داره کاسبرگ سیپل نام داره گلبرگ پیتل یک گلبرگ رنگی هست. اما این کاسبرگ سبز رنگ است. در همه به همین صورت است. خب، به قسمت مرکزی گل ساختار گل ها قرار داره. این قسمتی که حالت میله مانند داره و سر برجستگی داره. این رو به نام پرچم بخش مذکر یا استمن خب شاگردان خوب بخش مذکر یا آله تسکیر نام فارسیش پرچم و نام علمیش استمن هست خب شامل دو قسمت هست میله و این قسمت بالا به نام بساگ هست خب شاگردان خوب دقت کنید زمانی که گردفشانی گلها فرا برسه این بساک ها پاره میشه و دانه های گرده را آزاد میکنه یعنی چی؟ یعنی این که دانه گرده در دا داخل بساک ها قرار داره هنوز این دانه گرده هست که در دا داخل دانه گرده قراره حجره جنسی مزکر یعنی گامت مزکر باشه هیچ کدام از اینا هنوز تخم نشده چون تخم پس از ترکیب شدن حجره جنسی مذکر و مؤنث به وجود می آید این هنوز قبلش هست قبل از گرد افشانی هست خب در درون بساک ها دانه گرده تولید می شه و در درون دانه گرده گامت های مذکره خب بخش مؤنث را من برای شما تشریح می کنم بخش مؤنث مشابه یک گلدان است که به کل این بخش مادگی گفته میشه خب خود از این مادگی شامل سه قسمت است بالا را به نام کلاله یاد میکنن بعد جایی را که باریک میشه خامه و این انتها را که برجسته میشه و یک فضایی را داره به نام تخمدان یاد میشه خب قرار در درون تخمدان تخمه رشد بکنه این تخمه معادل دانه گرده هست هیچ وقت در کنکور مستقیما از شما سوال نمیشه بلکه سوالات تفهیمی هست معادل دانه گرده در معنیس تخمدانه ببخشید تخمه هست خب معادل بساک تخمدانه چرا؟ چون در دا داخل بساک دانه گرده روشت میکنه در دا داخل تخمدان تخمه رشد میکنه. حالا در دا داخل تخمه حجره جنسی مؤنث هست که پس از لقاه و ترکیب شدن اون موقع تخم میشه. هنوز تخم نشده. خب در قسمت کلاله گله ها ما یک خاصیت چسبندگی را داریم. یعنی اینجا دارای چی هست؟ خاصیت چسبندگی. این خاصیت چسبندگی در موقع گردافشانی در شما خواهیم گفت که خیلی کمک میکنه به این که دانه گرده ای که در فضا رها شده به قسمت کلاله بچسبه و فرصت را به این بده که گامت های مزکر از داخل دانه های گرده خارج بشه و رشد کنه و به داخل بخش تخمدان بره و خودش به تخمه برسانه خب این بخش هایی هست که مربوط به ساختار یک گل کامل هست حالا گل ناکامل یا گل ناقص در بعضی از گلها هست که یا بخش آله تعنیس یا بخش معنیس داره و یا بخش مذکره داره هر دو رو با هم ندارن اگر هر دو رو با هم داشته باشه این گل ما و شما یک گل کامل است. خب شاگردای خوب حالا که ساختار گل ما و شما خوب یاد گرفتیم و میدانیم تخمدان کجایه تخمه کجایه دانه گرده کجایه بسا کجایه میریم تا ببینیم میوه چگونه تشکیل میشه خب زمانی که تخمه به تخم تبدیل شوه تخمدان هم به میوه تبدیل میشه یعنی ما و شما در این تصویر یک سبب بسیار خوش رنگ و رو را میبینیم خود بافته از این میوه همو تخمدانه و در داخل ما وسط این میوه ما تخمه میبینیم خب ما و شما در جلسات گذشته بارها گفتیم دیگه تخم زمانی به وجود میایه که حجره جنسی مذکر مؤنث ترکیب شود یعنی فرایند القاه صورت بگیره همو برجسته بودن بخش مادگی خود همو زمینه را برای ایجاد میوه فراهم میکنه چون بساک که پاره شد دانه گرده را آزاد کرد حجره جنسی مزکره به تخمدانها ها رسان حالا او قسمت میوه ای که ما و شما استفاده میکنیم تغییر شکل یافته همو بخش تخمدان نباتات است خب میوه ها انواع داره حالا ما و شما میدانیم که بعضی از میوه ها آب داره یعنی در انساج یا لابلای انساج اونا و حجرات اونها آب وجود داره حالا مقدار آب یا کم بعضی از میوه ها آب کمتر داره و بعضی ها آب زیادتری داره و گوشتی هست میوه های آبدار و گوشتی خب شفتالو، سیب، هندوانه، خربوزه اینا جز میوه های آبدار و گوشتی هست و بعضی از میوه ها خشک و بدون آب مانند تصویر که شما میبینید چهار مغز بادام اینا میوه هایی هستند که خشک هستند خب اگه دقت کنید بینید میوه های خشک پوست های سخت و محکم تری داره اما میوه های آبدار و گوشتی پوست های نازک تری داره که این از ویژگی های نباتاتی هست که در مناطق در چه مناطق زندگی میکنه در جاهایی که آب بیشتری داشته باشه یا در جاهایی که خشکی بیشتر باشه فصل‌های گرم سال بیشتر باشه هر میوه ای ویژگی های منحصر به خودش داره و ویتامین های خاص خود داره خب حالا ما و شما گرد افشانی رو میخوانیم گرد افشانی در نباتات تخمدار چگونه اتفاق میافته ما و شما گفتیم که زمانی که فصل گرد افشانی فرا میرسه بساک پاره میشه دانه گرده آزاد میشه همونطور که در تصویرم میبینید دانه گرده بر روی کلاله قرار میگیره و همون خاصیت چسبندگی کلاله سبب میشه که دانه های گرده بچسبند به بخش کلاله و حالا ایشالا در صنف 11-12 نحوه رویش و تقسیمات ای حجره ها رو هم میخوانید اما در امسال همینقدر شما یاد داشته باشید که این دانه گرده به داخل بخش تخمدان میره یعنی از او قسمت خامه عبور میکنه وارد تخمدان میشه پس از اینکه که وارد شد به داخل تخمدان و فرایند القاه شکل گرفت ترکیب شد و تخم به وجود اومد حالا دیگه این گلبرگ ها پژمرده میشه در تصویرم میبینید گلبرگ ها بخش استمن یا بخش مذکر یک نبات حالا دیگه از این به بعد رویش و فرایندها و تعاملات زیستی یا بیولوژیکی در دا داخل همین تخمدان انجام میشه خب حالا در این قسمت تصویر میبینین که کاملا گلبرگ ها خشک شده ریخته و بخش عالی تسکر یا استمن ها هم ریخته خب حالا این پوشش ای تخمدان سختتر میشه یعنی محکمتر و چوبی شکلتر میشه تا اگر ما این قلافه پاره کنیم به داخلش دانه های لوبیا یا هر دانه دیگه که به داخلش رشد کرده را میبینیم این تک تک اینا تخم نام داره حالا این تخم ها در هر زمانی در هر شرایط مناسب خاک مرتوب یا آب قرار بگیره پس دوباره همون پوشش خود پاره میکنه و از درونش جوانه رشد میکنه این چرخه حیات در نباتات مخفی البذر هست خب خود انتقال حجره جنسی مذکر به حجره جنسی مؤنث گرد افشانی میگه چون بخش تکسری جدایه دانه گرده از بخش تکسری مذکر جدا شده و باید خود به بخش تکسری معنیس برسانه این کار گرده هست که امروز میخوانیم چگونه ای گرده انجام میشه خب ما سه نوع گرده داریم گرده خود به خودی گرد متقابل و گردهافشانی مصنوعی اما هر کدام از اینا چی هست در گرد افشانی خود به خودی در گلهای کامل که اتفاق میفته میگه دانه گرده از بساک که همون گل باز شد و منتقل میشه به روی کلاله بخش مؤنث همون گل خود یک گیاه یک کار انجام میده خب این میشه گرد افشانی خودی پس در این گرد افشانی در دا داخل یک گل هست ده گل بقل یا گل اطراف منتقل نمیشه دانه گرده از بخش تذکیر یا استمن همان گل منتقل میشه به کلاله یا بخش مؤنث همان گل این میشه گرد افشانی خودی اما گرد افشانی متقابل میگه دانه گرده از بخش تذکیر یک گل بر روی کلاله یک گل دیگه از همان نوع منتقل میشه این خیلی مهمه درک از این جمله را ایشالا یکم بیولوژی بیشتر بخوانید در سنوف بالاتر خواهید خون چرا که در گرد افشانی ها مثلا توسط باد دانه های گرده گیاهان مختلفی جابجا میشه با یک دیگر مخلوط میشه اما فقط فقط زمانی که بر روی کلاله گل هم نوع خودش باشه رشد میکنه و تخمره به وجود میاره پس گردافشانی خودی بین خود گله اما گردافشانی متقابل بین دو گل اما از یک نو یا یک گونه هست دانه گرده از یک گل به کلاله یک گل دیگر از همان نو این بهش میگن گردافشانی متقابل خب گردافشانی مصنوعی زمانی هست که انسانها دخالت میکنه در یک پدیده طبیعی در گرد افشانی مصنوعی خود انسان ها می بین گناه های مختلف ای کارا رو انجام میده مثلا دانه گرده را از یک گیاهی میگیره و خود انسان انتخاب میکنه بر روی کلاله یک گل دیگه اما از همان نوع ممکنه او گل دیگه در نزدیکی گل اول باشه ممکنه هم در یک فضای دیگری باشه یعنی این کار انتخاب انسان انجام میده به همین خاطر این میشه گرد افشانی مصنوعی خب با توجه به پیشرفت علم بیولوژی و علم ژنتیک انسان از این کارا زیاد کرده هم در رابطه با نباتات و هم در رابطه با حیوانات یعنی چی یعنی انسان ها هستند که میآیند و انتخاب میکنه دست به انتخاب میزنه او گل هایی که خشبوترن مثلا او میوه یا نباتاتی که محصول بیشتری میدن یا در رابطه با قلات مثلا قبل از فرایند القاه یا یا حتی بعد از القاه مثلا در یک زمین کشاورزی بذر یا تخم میره که انتخاب میکنن میرن یک تخم یک گندمی یک جوی را از جایی میارن که او خیلی بهتر رشد میکنه و سریعتر محصول میده و بیشتر هم محصول میده دیگه منتظر از این هم میمونه که طبیعتی کارا انجام بده این میشه گردافشانی مصنوعی چون اینجا انسان دخالت کرد نگذاشت که طبیعت خودش به طور طبیعی این کار انجام بده عوامل گردافشانی دو عامل هست یک عاملش باده همطور که از درس امروز ما از بخش اول درس ما به این موضوع اشاره داریم باد یکی از عوامل گرد بسیار بسیار مهمه که نقش بسیار مهم میره داره اما چه نباتاتی نیاز به گردافشانی به وسیله باد دارد خب نباتات معمولا از نوع قلجات به وسیله باد گردافشانی میکنه چرا که نه گلی دارند و نه بوی خوبی دارند که از یک ویژگی یا به خاطر یک خصوصیت بیاید و حشرات یا حیوانات جذب خودش بکنه چون که ما در عوامل گردافشانی دوم ما ناقلین زنده را میبینیم خب ناقلین زنده به موجودات یا حشرات و حشراتی گفته میشه که هر کدام از این حشرات از گلهای خاصی خوششان میآید یا از رنگ گلبرگهایشان یا از بوی اونها و یا حتی از شهد گلها خب این شهد گلها همو چسبندگی هایی بود که بر روی کلاله یک گل میشینه مثلا این زنبور ابتدا بر روی یک گل میشینه تا از شهد او گل بخوره این دانه های گرده به پاهای زنبور میچسبه این دانه گرده به بدن زنبور منتقل میشه زمانی که زنبور بر روی یک گل دیگه میشینه این دانه های گرده را به کلاله ای گل دوم منتقل میکنه این میشه گردافشانی به وسیله ناقلین زنده حتی ممکنه فاصله های را هم طی بکنه حالا انشالله شما در سالهای بعد خواهید خوان در اینجی عکس شاپرک یا پروانه رو من برای شما آوردم انشالله در های بالاتر میخوانین ما یک نوع پروانه به نام پروانه های مونارک داریم که سالانه هزاران کیلومتر راه طی میکنه حالا به دلایلی محیط زندگی و خود از مکزیک به جنوب کانادا میرسانه و دوباره بعد از یک مدت زمانی همون راه را دوباره پس میآید یعنی از جنوب کانادا خود به, دخ... به مکزیک میرسانه خب بیولوژی دانا برایشان بسیار جالب است که این پروانه ها مسیر خود چگونه تشخیص میدن بعد از تحقیقاتی اخیرا یعنی به تازگی متوجه شدند که این پروانه ها بر اساس موقعیت خورشید جهتیابی میکنند یک سری سلول ها یا حجره های عصبی یا مغزی داره به نام نورون ها که این نورون ها به کمک موقعیت خورشید در آسمان مسیر خودشانه پیدا میکنه پس اینها در شب به این معنا نیست که در شب هیچ حرکت ندارن حرکت هایی که در شب انجام میدن مربوط به جهتیابی نیست همینطور یاد برای تغذیه هست یا گردشی که داره اما جهتیابی اینا فقط در طول روز است این نکته رو من اشاره کردم تا در ذهن شما علامت های سوال زیادی رو به وجود بیاید شالا خود شما برین مطالعه کنین و بیشتر بخوانید. خب پروانه ها هم همین به همین صورت است حتی خود پروانه ها و شاپرک ها باله های رنگ داره و بسیار بسیار زیبا هستند اینها هم گل های خاصی رو دوست دارن بر روی ها میشینه مانند زنبور ها دانه های گرده به پاهای اینا میچسبه و زمانی که بر روی یک گل دیگر نشست ایدانه دانه گرده به گل دیگر منتقل میکنه خب شاگردهای خوب در مبحث گرد مصنوعی ما برای شما نباتات مثال زدیم ای در پیشرفت علم بیولوژی و ابزار یا سامانالاتی هست که در علم ساخته میشه هر علمی با پیشرفت هایی که میکنه حتما همتا و برابر از این پیشرفت ها نیاز هست که یک سری سامانالات و ابزارهایی هم پیشرفتتر ساخته شود که برای ساخت این ابزارالات علم بیولوژیکی میایه و از علم ریاضی و فیزیک هم کمک میگیره خب دستگاه های مجهزی که امروزه در علم طب ساخته میشه همه نیازمند پیشرفت های علوم دیگره به همین خاطر است که ما میگیم علوم طبیعی به هم دیگه ارتباط داره به هم وابسته هسته و هیچ علمی به تنهایی نمیتونه پیشرفت کنه خب رسیدیم به پایان درس امروز انشالله که از درس امروز, امروز لذت برده باشید و این بخش های گله خوب خوب یاد بگیرید با نام علمی اینا که دیگه انشاءالله از سنف هفت تا سنف دوازده با همینا سر و کار دارید خب عزیزان تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم انشاءالله که درستان به خوبی بخوانید خدا نگهدار